سلسله بحث های معاد، جلسه اول، کلیات معاد. 21.1.73. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از مقدمه که جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم، این جلسه رو که شروع در واقع بحثمون هست با مبحث کلیت معاد آغاز میکنیم. همونطور که جلسه قبل عرض شد، برخلاف تصور بسیاری از ما که فکر میکنیم که فقط انسان هستش که معاد داره و براش بازگشتی هست، قرآن کریم این نکته رو بارها به ما تذکر میده که اینجور فکر نکنیم و بدونیم که همه خلق، همه مخلوقات دارای معاد هستن. معاد هم که عرض کردیم یعنی بازگشت، بازگشت به سوی خدا. عرض کردیم که اگر مسئله معادی مطرح هست، مسئله بازگشتی مطرح هست، در دل خودش مبدأ رو هم داره، چون معاد بدون مبدأ معنا نداره. پس وقتی میگیم معاد یعنی بازگشت انسان به سوی خدا، یعنی که یک آغازی از سوی خدا انسان داشته و حالا میخواد بازگشت کنه به سوی همون خدا. مقامی داشته، جایگاهی داشته و حالا باید برگرده به اون جایگاه و مقام خودش. اینو بهش میگن معاد. آیات زیادی هم هست که روزمره باش سر کار داریم. کمتر این بیشترین آیه که ما زیاد به گوشمون میخوره همین انا لله و انا الیه راجعون هست، که هم مبدأ رو مشخص میکنه و هم معاد رو. الیه، های ضمیر های الیه برمیگرده به الله، یعنی هم معاد و هم مبدأ یکیست. معاد و مبدأ یکیست و اونی که این حرکت رو انجام میده روح انسان هستش در انسان. بقیه موجودات که برای خودشون اون معاد خودشون رو دارن، درباره انسان عرض شد این معاد رو، این حرکت رو روح انسان انجام میده. که بعد درباره ضرورت شناخت روح صحبت کردیم جلسه گذشته و این جلسه رو به مسئله کلیت معاد پرداختیم. من همه قسمت های کتاب رو نمیخونم، چون دوستان خودشون باید قبلا پیش دست پیش مطالعه کرده باشن. بعدم بعد از درسم فارغ شده، حال روزهای بعد تا جلسه آینده یه مطالعه دیگه بکنن، حتی اگر بتونن با هم مباحثه کنن خیلی بهتر هست، قطعا نتیجه های زیادی خواهد داد. وجود و هستی از مبدأ متعال بوده و از او سرچشمه می گیرد و به سوی او بازگشت می کند و این بازگشت و برگشت بر اساس عشق هر وجود و هر موجود است نسبت به کمال بالا و بالاتر و در نهایت نسبت به کمال بی نهایت و جمال و جلال مطلق. یک حقیقتی رو که قرآن برای ما بیان میکنه باید خیلی بهش توجه کنید، به خصوص دوستان جوانم که براشون این سوال پیش میاد که ما برای چی داریم زندگی میکنیم، آخرش که چی،
برفرض ما رو بردن توی بهشت، بعدش چی؟ که چی حالا بعد ما هم بریم توی بهشت؟ یا سوالی از این قبیل که ما اصلا برای چی خلق شدیم؟ الان ما نمیخوایم رو این قضیه صحبت بکنیم. چرا خداوند بشر رو خلق کرد؟ از یادم اگر کسی مسئله مبدأش حل نشده باشه، چون داریم بحث معاد رو میخونیم، معاد بازگشته به مبدأ هست، اگر کسی کار نکرده باشه رو مبدأ، رو اصول دین، رو توحید کار نکرده باشه و اونجا مسئله دار باشه ذهنش و هنوز قضیه مبدأ روش حل نشده باشه، در بحث معاد توفیق چندانی از نظر نتیجه نداره. یه ممکن است بحث معاد رو هم بفهمه، اما اون اثر معنوی و اون اثر کاربردی که ما باید ازش استفاده بکنیم در جهت کمالمون، اون اثر رو نمیبره. اینجا برای ما مطرح میکنه که همه موجودات عشق به مبدأ دارند و عشق به جمال مطلق و کمال مطلق دارند، همه انسان ها و همه موجودات. حالا ما الان داریم راجع به موجودات صحبت میکنیم، درباره موجودات، حیوانات و چیزهای دیگه هم میرسیم توی طول بحث صحبت میکنیم. درباره انسان من چون این سوال رو مطرح کردم که واقعا اینجوری است، اگر کسی بگه که ما برای چی خلق شدیم، خدا میگه اصلا من شما رو طوری خلقتون کردم که عاشق خودم هستید. کمال مطلق و جمال مطلق رو میخواید شما، و همه موجودات بر اساس عشق به خدا در حرکت هستن. حضرت سجاد علیه السلام فرمود درباره مراحل خلقت رو که در دعا، در دعا، یکی از دعاهای شاید دعای اول صحیفه سجادی باشه، هم دو ستایش الهی رو به جا میاره، فرمایست ثم بعثهم علی طریق محبته. خداوند مبعوث کرد، به حرکت انداخت موجودات رو بر طریق محبت خودش. شما چه خودتون رو چه سایر موجودات رو نگاه بکنید، مطالعه بکنید، ببینید همینجوری هستیم، همه بدون استثنا اینجوری هستن، تا جایی که امام سلام الله علیه فرمود که رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. ما به درون خودمون مراجعه کنیم، میبینیم که همه ما عاشق کمال هستیم و از هر کمالش عالی ترینش رو میخواییم، بالاترینش رو میخواییم، مطلقش رو میخواییم. انسان موجودیست که حد بردار نیست، هر چقدر قدرت داشته باشه قدرت بالاتر میخواد، هر چقدر علم داشته باشه علم بالاتر رو میخواد، به هر مقدار زیبایی برسه زیبایی بالاتری رو میخواد. ببینید ما اصلا هیچ موقع از دیدن زیبایی و از بهره برداری از زیبایی سیر نمیشه. هیچ کمالی نیست ما بگیم بسه، اگر بهش برسیم، به هر درجه برسیم، باز بالاتر رو میخواد. همه حرف قرآن، همه حرف انبیا هستن که همه حرف انبیا این هستش به ما بگن که بابا جان، اینی که شما الان میخواید ظاهر میشه توی لباس، توی فرش، توی ماشین زیبا، مثلا اگر پیکان داره یه ماشین دیگری بهت بدن، یا ببینی یه نفر دیگه خریده تو کوچه وای میسی نگاش میکنی که عجب ماشین زیبایی هست، کاش که مال من بود، در یه تابلوی زیبا یه لذت دیگری، در علم، در سواد، در هر مرحله دیگر، این که شما میخواید، اینا مصادیق یک کمال مطلق هستن. ما در بحث معرفت نفس اثبات کردیم، برای همین گفتم که دوستان که دوره معرفت نفس رو گذروندن توی بحث معاد موفق تر هستن. ما در بحث معاد ثابت کردیم، در بحث معرفت دروس بر معرفت نفس، که همه هر کمالی به کجا برمیگرده؟ به منبع خودش. یعنی برای همه کمالات چی وجود داره؟ منبع وجود داره.
بالاخره ما داریم میبینیم توی طبیعت، در زندگی داریم میبینیم مادری هست که عاطفه داره، مهر مادری داره. این مهر مادری منشأش کجاست آخه؟ این نبوده که اصلا، که نه خود مادر بوده نه عاطفه وجود داشته، این از کجا آمده این مهر مادری؟ مهر پدری از کجا آمده؟ اصلا مقوله محبت چیه؟ این محبت به کجا برمیگرده؟ دوست داشتن به کجا برمیگرده؟ خب این باید یه منبعی داشته باشه که، منبعش عدم نیستش که. و ثابت کردیم که از عدم اثری به وجود نمیاد. محبت علم شما دارید میبینید. امام در این نامه که برای گورباچوف نوشت، نوشت شما از این استدلال کرد که این که همه بشر دنبال علم هستن و همه علم رو میخوان و بالاترین درجاتش رو میخوان، مگر میشه که منبع علمی وجود نداشته باشه؟ همه علم رو بخوان، علم هم هست، بشر روز به روز داره به علمش اضافه میشه، اما منبع علمی وجود نداشته باشه معنا داره این که در جهان وجود منبع علمی وجود نداشته باشه؟ پس کجاست این علم؟ منشأش کجاست؟ بقیه چیزا هم زیبایی همینطور و هر کمال دیگه که شما دست بگذارید دوش همینطور هستش. میخواد بگه همه اینایی که میبینید به یه منبع برمیگرده، یه منبعی هست که منبع همه کمالات هست و شما رو هم عاشق خودش خلق کرده و شما هم در واقع او رو میخواید و جز با او آرام نمیگیرید. گول این مصادیق رو نخورید، گول این مظاهر رو نخورید، گول این جلوه ها رو نخورید. هر کمالی که دیدید بدونید که یه منشأ داره، یه مبدأ داره. توجهتون به اون منشأ و اون مبدأ باشه. همه حرفشون همین هستش. اینجا هم دارن اینو میفرماید، میفرماید که وجود و هستی از مبدأ متعال بوده و از او سرچشمه میگیرد و به سوی او بازگشت میکند و این بازگشت و برگشت بر اساس عشق هر وجود و هر موجود است نسبت به کمال بالا و بالاتر و در نهایت نسبت به کمال بی‌نهایت و جمال و جلال مطلق. این که حرکت داره جهان میکنه همینطور استش. شما در طبیعت یه دانه رو ببینید همینطور، به سوی کمال بالا بعد کمالات بالاتر. انسان از حالت نطفگیش همینطور ببینید، هی کمال بالاتر، جمادی بعد حالت نباتی پیدا میکنه بعد حالت حیوانی پیدا میکنه، یعنی کمالات بالاتر بعد انسان و بعدم به قول مولانا از ملائک جلو میزنه. آنچه در وهم ناید آن شود. اون که انسان نمیدونه چی میشه، در نهایت به کجا میرسه، اون که نمیشه تصورش حتی بکنه. و به قول سعدی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. یعنی فقط به قول خودمون رو در رو، چهره در چهره با خداست، چیزی جز خدا رو نمیبینه. ناظر وجه الله است، ناظر وجه الله است. این اون چیزی هست برای انسان بیان شده. علم و درک و به تعبیر دیگر شعور و درک در همه وجود سرایان دارد و هر موجودی به تناسب رتبه وجودی خود از شعور و درک برخوردار است و اینطور نیست که بعضی از موجودات شعور و درک داشته باشند و بعضی نه. همه شعور و درک دارند و همه قبل از همه چیز به جمال مطلق و کمال بی نهایت و بی حد و خیر محض شعور داشته و علم دارند و او را میابند و چون میابند به او عشق میورزند و او را میخواهند و به سوی او در حرکتند. مطلب دومی که داره حرکت بیان میکنه جدای از مسئله کلیت معاد این استش که حرکت بر اساس شعور هستش. اصل دیگری که ما در معرفت نفس اثبات کردیم این بود که طلب مجهول مطلق محال هستش. یعنی اگر حرکتی هست به سمت مطلوبی، یک نحو سنخیت و یک نحو آگاهی قبلا در موجود متحرک وجود داره. شما چیزی که تا به حال ندیده باشیدش، مزهشو نچشیده، مثلا خوردنی رو مزهشم نچشیده باشید،
ندیده باشید، یه خوراکی که تا حالا اصلا ندیدیم. ما نه در خواب میبینیم این رو و نه حوثش رو میکنیم. حوث و میل مربوط به چه موقعی هست؟ مربوط موقعی هست که ما یک بار حداقل از یک چیزی استفاده بکنیم. وقتی یه مرتبه استفاده کردیم، بعدن هست که میل و حوث و یاد ایجاد میشه. این که انسان به سوی کمال مطلق در حرکت هستی چیو نشون میده؟ این هستش که یه نحوه سنخیت با کمال مطلق داره. چرا فقط آهنربا جذب آهن میشه، سرب نمیشه، مس نمیشه؟ قطعا باید نوعی سنخیت بین براده های آهن با آهنربا باشه که آهنربا اینها رو جذب میکنه. چشم چرا طول موج میطلبه؟ گوش چرا فرکانس میطلبه؟ معده ما چرا غذای به خصوص رو میطلبه؟ اگه یه نحوه سنخیت بین معده ما با اون غذای به خصوص وجود داره. چرا غذاهایی که بقیه حیوانات هوس میکنن ما هوس نمیکنیم؟ یا چیزایی که ما میخوریم اونها نمیخورن؟ برای این هستش که اونها هم رودشون و معدهشون و میلشون با اون چیزی که میخورن سنخیت داره. برای اون گاو علف گواراترین غذاست. ها شما کباب برگ بذار جلو گاو رو بخوری، عجب گاوی مثلا نمیخوره. حقا که اسم تو رو گذاشتن گاو مثلا، چرا مثلا کباب برگ نمیخوری؟ او براش شیرین ترین غذا علف هستش. ذره ذره چند در این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. یعنی اینطور هست، هیچ چیز که مجهول مطلق باشه مطلوب هم نیستش. یعنی اگر چیزی مطلوب هست حتما نوعی سنخیت بین طالب و مطلوب وجود داره که این اون رو میطلبه. یه نحوه نیاز وجود داره، ولی اگه هیچ نوع سنخیتی وجود نداشت، چشش، عشق، یادآوری، خاطره، خواب دیدن، میل، اینا که معنا نداشت. پس حتما یه نحوه شناخت و یک نحوه سنخیت در محرک به سمت مطلوب وجود داره. اگر ما چیزی رو میخواییم و میطلبیم، یه آگاهی داریم، یه سنخیتی داریم. اگر ما از هیچ کمالی سیر نمیشیم، پس معلومه ما کمال بی حد رو میطلبیم، ولی عمرمونو در این راه صرف میکنیم که این معشوقهای موقت و محدود رو امتحان بکنیم. میگم شاید این من رو آروم بکنیم، شاید این میزه من آروم بکنه رسیدن به این میز، شاید این اتومبیل دیگه من اینو به دست آوردم، این اتومبیل رو دیگه آرام بشم، خوشبخت احساس خوشبختی دارم، شاید با فلان کس ازدواج کنم دیگه هیچ مشکلی نداشته باشم، شاید فلان مدرک تحصیلی رو بگیرم، فلان درجه از علم رو بگیرم هیچ مشکلی نداشته باشم، دیگه احساس خوشبختی میکنم. اما هیچ کس شما در دنیا نمیشناسید که موقع مردن آرزوها نداشته باشه، بگه من خوشبخت هستم، من به اون چه که میخواستم رسیدم. اینجور نیست. تو خودمون رو مطالعه کنیم، جز بدونیم که جز اینم ما رو سیر نمی کنه. پس خوش به حال کسی، به خصوص جوانها، به خصوص جوانها که این حقیقت رو از اول بفهمن، دنبال سراب نرن. اونهایی که رفتن، اون پیرانی که رفتن، بزرگانی که رفتن، ده ها و صد ها سال، قرن ها دارن در آثارشون به ما خبر میدن که جز او رو نجوید، به جز دنبال او نرید. گشتم نبود، نگرد نیست، نیست. اونا هم که رفتن پشیمونن، بقول عارف میگن رفتاش پشیمونن. اونایی هم که رفتن پشیمونن.
همه آخر عمر زدن تو دست خودشون، سر خودشون زدن که اشتباه کردی، بی خود عمرم توی طلب این چیزا گذاشتی. و هی به ما سفارش میکنن که به اونهایی که بالاتر از شما هستن و رسیدن نگاه بکنید، ببینید اونها به کجا رسیدن، آروم شدن دیگه، ما که به شاه نمیرسیم که، هر چقدر تلاش بکنید. خب اون وضعیتش دیگه. یک کتابی هستش چند جلده به نام آخرین گفتارها، نمیدونم دیدن دوستان یا ندیدن. آخرین گفتارها، این کتاب جلده قطوری هم داره، هر کم شاید 200-300 صفحه. گفتار شخصیت‌های معروف جهان رو نوشته، آخر مرگ، لحظه آخر چی گفتن. واقعا خوندنی، واقعا عبرت آموز هستش. شدن بدونه که این همه بزرگان، این همه که ما در تاریخ دیدیمشون، چه خوب چه بد، برای همه شون تشنه از دنیا رفتن، مگر کسایی که خودشونو با آب خودشون و اون چه که وجودشون سیراب میکنه، وجودشون آتششون رو برطرف میکنه، آرومشون میکنه، با اون خودشون رو سیراب کرده باشن. و الا همه تشنه از دنیا رفتن. برای همین فرمود کل احد یموت و عطشان الا ذاکر الله، هر کسی تشنه از دنیا میره مگر ذاکر خدا. یعنی همه موقع مرگ میفهمن که بی خود عمرشون رو جاهای دیگه گذروندن، اما یه نفر موقع مرگ خیلی راحته، خیلی راحته، خیلی شیرین جام میده، خیلی با لذت جام میده. این همونی است که از اول درست رفته. بسیجی های خودمون رو ببینید موقع مرگ چجوری رفتن. شهید این خونه، من یه عکس ازش دارم که لحظه مرگ مشتش رو، دوستانی که باش بودن میگن که ما دیدیم مشتش رو گره کرد و بلند چند مرتبه دعا زد الله اکبر و راحت رفت. عکس جنازه‌ش من دارم که مشتش رو گره کرده، خیلی آرام مطمئن راحت از جنازه رفته. اون دوست شهیدمون از بسیج آیت بود که با ما همرزم بود، زینعلی بود دیگه، شهید زینعلی. وقتون روحانی گردان رحمت الله علیه خوابش رو میبینه، روحانی گردان خودش شهید شد چند وقت پیش، گفت چجوری رفتی، چجوری از دنیا رفتی، گفت انگار یه تحویله در اومدم، انقدر برام لذت بخش بود جان دادن. فقط کسایی که با اون چه که با خودشون سنخیت داره پیوند میخورن، یعنی با حقیقت، نه با باطل، نه با سراب، نه با خیالات و موهومات، با اون پیوند میخورن راحت میمیرن، راحت میمیرن. حالا منحرف نشین از پس. بحث سر این هستش که اگر مطلوبی وجود داره حتما طالب بهش چی داره؟ یک نحوه شناخت بهش داره، یک نحوه سنخیت داره با مطلوب که طالب هست. چیزی بی خود طالب نمیشه و بی خود هم مطلوب واقع نمیشه. همیشه بین طالب و مطلوب یه نحوه سنخیت و شناختی بینشون وجود داره. باز برعکس تصور بسیاری از ما که ما شعور رو فقط در انسان میدونیم یا یه نحوه شعور ضعیفترش رو در حیوان میدونیم، قرآن به ما میگه که همه موجودات آدم از گیاهان و جمادات و حیوانات هم تا موجود عالم همشون شعور دارن و آگاه هستن و همشون عبادت دارن و ذکر دارن و تسبیح دارن، که بحث مفصلشون انشاءالله در جلسات آینده میرسیم. خب میخواد بگه این حرکت و معاد کلی که وجود داره که همه موجودات حرکت میکنن به سمت یک مبدا، از روی آگاهی و شعور و شناخت هست، کورکورانه نیستش. حالا چند آیات رو با هم میخونیم. در سوره انبیاء آیه 104 میفرماید، این درباره دلایل کلیت معاد از نظر قرآن، یوم نطف السماء کتای سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین.
اینه که میخورم دقت کنید چون کتاب اشتباه چاپی داره و اصلاح بفرمایید اون قسمتی که من میخونم. اعراب نداره. یوم نطف السما میگه روزی که ما تی یعنی پیچیدن، ما یه که میپیچیمش بهش میگن تی. مثلا مثل این رو شما نگاه بکنید، ما مثلا میپیچیمش، جمعش میکنیم، یه چیزی که پهن هست ما لولش میکنیم، جمعش میکنیم، یه بهش میگن چی؟ تی. مثلا تیول عرض شنیدید دیگه، میگن مثلا بعضی از بزرگان تیول عرض میکنن، یعنی زمین زیر پاشون چی میشه؟ پیچ میخوره، یعنی جمع میشه انگار زیر پاشون، که چند نوع یک مسافت بسیار بزرگ چی میشه؟ جمع میشه زیر پایین، که اینها مثلا یه مسافت خیلی بزرگ رو در لحظه ای طی میکنن. میگه یوم نطف سما، روزی که ما آسمان رو جمعش میکنیم، میپیچیمش به هم دیگه. مثل چی؟ بعد مثال میزنه، میمثلیم که شما این نامه ها رو، قدیما نامه های بود که لوله میکردن اینجوری نامه ها رو میپیچوندن، میگه مثل همون ما میپیچونیمش، جمعش میکنیم مثل نامه. کما بدعنا اول خلق نعیده، همونطوری که ما اول خلق کردیم، همونطوری که اول خلق کردیم نعیده، جمعش میکنیم، برش میگردونیم، اون خلق خودمون رو برمیگردونیم. وعدن علینا انا کننا فاعلین، این وعدهش بر ما و ما این کار رو حتما خواهیم کرد. داره به ما میگه، میگه شما مطمئن باشید که ما این کار رو خواهیم کرد، یعنی خلقی که کردیم، این بساطی رو که گسترانیدیم، آسمان ها و زمین و این خلقت عظیمی که دارید میبینید، همه رو ما جمعش خواهیم کرد، برمیچینیمش این رو. در این آیه با صراحت میفرماید به طوری که خلقت را ابتداءً آغاز نمودیم، همین خلقت را برگشت هم میدهیم. کما بدعنا اول خلقن نعیدو، همونطوری که ما شروع کردیم برمیگردونیم. بعد از سوره یونس آیه 4 میفرماید الیه مرجعکم جمیعاً وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیدو لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. الیه مرجعکم جمیعا، یعنی به سوی اوس بازگشت همه شما جمیعا. وعد الله حقا، این وعده حق الهی است، که انه یبدأ الخلق، او خلقت رو آغاز کرد، ثم یعیده، سپس جمعش میکنه و برش میگردونه اون خلقتی که آغاز کرد. بعد ما حالا بحث نداریم الان در اینجا که ضرورت معاد رو بخوایم روش بحث بکنیم، الان بحث کلیت معاده. در اصول اعتقادات ما مطرح میشه اصلا چرا خداوند معاد رو گذاشته. گفتم اگر کسی توی مبدع گیر داشته باشه، مباحث اعتقادی مبدع رو و اصول دیگر دین رو درست برش جان افتاده باشه، در بحث معاد یه مقدار گیر داره. ما خدا رو عادل میدونیم، یعنی یکی از اصول دین ما این هستش، ما میگیم که خدا چی هستش؟ عادل هستش. عادل هست یعنی چی؟ یعنی عدل یعنی چی؟ عدل یعنی دادن حق هر ذی حقی، حقشو بهش بدی. اینجا وقتی مسئله معاد رو برمیگردونه و مطرح میکنه، یکی از دلایل معاد رو بیان میکنه که لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، جزا بده کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. و قسط میگه بالقسط، یعنی عدالت اقتضا میکنه که خداوند معادی رو قرار بده.
هر جوری زندگی کرد اینطور خدامون بالا هستش، بندگاشو اینجا مختار کرده، هر کس هر کاری کرد هیچ کاری هم خدا باش نداشته باشه. عده‌ای وجود داشتن و دارند ها که معتقد به مبدا هستن اما معاذ رو قبول ندارن. در قرآن هم ما داریم. خداوند در جواب اینها میفرماید و ما قدر الله حق قدره. اینا اونطور که قدر خداست خدا رو اونجور که باید در موردش قضاوت نمی کن. بعد ادامه میفرماید در ادامه آیه که ما معادی رو برپا خواهیم کرد و به حساب افراد خواهیم رسید. این ایده هستن که میان خدا هست اما معاد چیه؟ چه بهشتی؟ چه جهنم؟ ما بگیم همون خدایی که ما قبولش داریم نمیتونه عادل نباشه. اون خدا ببینه که مثلا آمریکا الان داره چه کار میکنه در بوسنی، در نمیدونم آفریقا، در آسیا، در جاهای دیگه، ابرقدرت ها دارن چه کار میکنن، مستکبرین دارن چه کار میکنن، صدام چه کار کرد؟ یه نفر برای هواهای نفسانی خودش صدها هزار نفر رو کشت، به کشتن داد. عقل میپسنده این رو؟ میپذیره این رو که خداوند هیچ کاری نکنه، هیچ جزایی برای کسی در نظر نگیره، هر که هر کاری دلش خواست بکنه دید. کار هم عاقبت نداشته باشه. میفرماید که لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون. کسایی که کفر ورزیدن برای اونها شرابی از حمیم هستش و عذاب دردناک هستش به خاطر کفری که داشتن. حالا چون بحث ضرورت معاد نیست ما راجع به این آیات توضیح نداریم و نمیگیم. در این آیه شریفه نیز بعد از بیان این واقعیت که برگشت همه انسان‌ها به سوی اوست، در پرانتز نوشته الیه مرجعکم جميعا، و این که برگشت وعده الهی و وعده حق است، وعده الله حق، راجع برگشت میفرماید این وعده حق الهی است، به بیان این حقیقت میپردازد که این برگشت گوشه ای از یک جریان کلی و قطعه ای از یک برگشت کلی و اعاده همه خلق است. چون نگفت یبدأ الانسان ثم یعیدو، گفت یبدأ الخلق. خلق که انسان فقط تعلق نمیگیره که، خلق یعنی همه موجودات. به عبارت روشن‌تر، بعد از بیان برگشت همه انسان‌ها به سوی او و اینکه این برگشت وعده حق الهی است، به اصل یک مسئله کلی که با توجه به آن مسئله کلی برگشت انسان‌ها اجتناب ناپذیر بوده و حتمی خواهد بود میپردازد. یعنی لیجزی الذین آمنوا رفت رو انسان‌ها، تا اونجایی که فهمون یبدأ الخلق و یعیده داشت بحث چی میگفت؟ معاد کلی رو میگفت. اما از معاد کلی وقتی خلق رو مطرح کرد، یکی از مصادیق خلق چی است؟ انسان است. از این کلیت معاد ما نتیجه میگیریم که انسان هم چی داره؟ انسان هم معاد داره. حتی ما در آیات دیگه که انشالله خواهیم خون مفصل و اختصاصا معاد انسان رو مطرح میکنه. و آن این است که خدا خلقت را شروع کرده. شروع کرده یعنی چی؟ یعنی یبدأ الخلق، و خلق را به راه انداخته و هم او همین خلق را برگشت داده و اعاده خواهد نمود. الله یبدأ الخلق ثم یعیده. انه یبدأ الخلق ثم یعیده. اهل ادب می‌دانند که ضمیر در جمله یعیدو به خلق برمی‌گردد و کلمه الخلق در جمله یبدأ الخلق بر هر چیزی که دلالت می‌کند و هر چیزی را که شامل می‌شود، طبعاً اعاده هم آن را شامل خواهد بود. چون نگاه کنید تو ضمیر دیگه، من ترجمه فارسیش یه مرتبه میگم، او به درستی که او آغاز نمود خلق را و سپس برش میگرداند. این برش میگرداند شش به کجا برمیگرده؟ به خلق برمیگرده.
ما مصداق خلق و هر چی بگیم اون یعنی هر چی بگیم خلق که خدا آغازش نموده، نوعی دو هم به همون برمیگرده، برش میگرداند. برگشتن هم به چی برمیگرده؟ به خلق برمیگرده. طبعا اعاده هم آن را شامل خواهد بود و پیداست که کلمه الخلق در جمله یبدع الخلق به همه خلقت شامل میگردد و در نتیجه اعاده هم همه را شامل خواهد بود. خب این آیه هم بخونیم بس برای امشب. سه تا آیه اولم یره و کیفه یبدع الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الاخره ان الله علی کل شیء قدیر. در این دعایه در مرحله اول به منظور ارشاد و هدایت آنانی که از برگشت به سوی حضرت حق در غفلت هستند و توجه به آن ندارند، مسئله برگشت کلی و معاد کلی را تذکر داده و آنان را به تأمل و تفکر در این جریان کلی هدایت نموده و می‌فرماید آیا اینها در این حقیقت فکر نمی‌کنند که چگونه مبدأ متعال خلق را آغاز نموده و از طرفی همین خلق را اعاده می‌نماید و برگشت می‌دهد؟ و اگر به تأمل در نظام وجود بپردازند و اعاده خلق را ببینند، خواهند دانست که برگشت دادن خلقت برای خدای متعال کار آسانی است. مثلا میزنه مؤلف محترم که از این نمونه حالا میرسیم بشه. و در نتیجه به برگشت خود به سوی او هم توجه خواهند داشت. در آیه دوم آنان را تشویق و ترغیب به سیر فل ارض نموده، یعنی مطالعه کنید، سیرو فل ارض مطالعه کنید، یعنی با دقت نگاه کنید. عرض کردم قرآن یکی از منابع مهم شناخت و طبیعت معرفی میکنه برای ما و اصرار زیادی داره که مسلمان‌ها طبیعت رو با دقت مورد مطالعه قرار بده. الان به حمدالله که با پیشرفت علم و تکنولوژی مطالعه طبیعت آسان‌تر شده، اطلاعات زیادی رو به ما میدن که اگه ما می‌خواستیم خودمون به تنهایی مطالعه کنیم، شاید قطعاً به اون همه اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌کردیم. مثلا شما یه مجموعه تلویزیونی که فرضاً تحت عنوان مثلا حس برتر یا سیاره زنده برای ما نمایش میدن در تلویزیون، اینو اگه هر کدوم ما می‌خواستیم بریم مثلا تمام این اطلاعات رو کسب کنیم، یه عمر می‌طلبید. شما می‌بینید با 5-6 ساعت این رو برای ما اون همه اطلاعات جمع کردن راجع به طبیعت و این دیدن اینها رو ببینید، به نیت عبادت هم ببینید، به انجام این قربتن الالله دادن بشین رو نگاه بکنید، اینکه خدا فرمان داده که من مطالعه کنم. واقعا اگه انسان با دقت مطالعه کنه، یک سر انسان رو وادار به سجده میکنه، یک سر انسان رو وادار به تسبیح میکنه، انسان خودش رو کوچیک میبینه وقتی به عظمت خلقت نگاه میکنه و مطالعه میکنه و میبینه اینها رو. مخصوصا دیدن که دیگه خیلی تأثیر بیشتری داره. در آیه دوم آنها را تشویق و ترغیب به سیر فل ارض نموده و می‌فرماید به سیر و تفکر بپردازید و ببینید که خدای متعال چگونه خلق را آغاز می‌کند و علل اتصال با اعاده و برگشت دادن همین خلق، با اعاده و برگشت دادن همین خلق را وارد نشأه دیگر می‌سازد و به سوی خود می‌برد و اینها همه خواست اوست. دورهایی که در طبیعت وجود داره اینها رو مورد مطالعه قرار بدیم. یه مدار گیر هست در مطالعه در خوندن متن، به خاطر این هستش که ویراستاری نشده متن. یه مدار مشکل هستش. دقت و تأمل در این دعایه و تدبر در نکات موجود در آنها با توجه بر سیاق آیات و اینکه این دعایه در زمینه ارشاد مردم و ملامت آنانی که از برگشت به سوی خدای متعال در غفلت هستند میباشد، بنگر این موضوع است که خدای متعال در مقام ارشاد و هدایت انسان‌ها به مسئله معاد و برگشتشان به سوی خدا از راه توجه کردن آنان به معاد کلی و برگشت همه وجود و همه خلقت وارد شده و
و مسئله معاد و برگشت انسان ها را به عنوان جزئی از یک جریان کلی به آنان ارائه می فرماید. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنی که فقط ما گفتیم که تو برمیگردیم. مطمئن باش تو جزئی از طبیعت هستی، جزئی از این نظام خلقت هستی. ما همه ی خلقت رو به سوی خودمون برمیگردانیم و تو هم جزء این هستی و خود به خود تو هم به سوی ما بازگشت خواهی کرد. کافی هستش تا اینجا و بقیه درس رو میذاریم ان شاءالله برای جلسه آینده. بعدم کیوان زحمت بکشن چند دقیقه هم ذکر مصیبت بکنن که ان شاءالله استفاده کنن.